بینندگان تلویزیون ایتو در سراسر جهان، من پرویز مینویی هستم. مطابق معمول بعد از ظهرهای دوشنبه و چهارشنبه به وقت واشنگتن از ساعت 6:30 تا 8 بعد از ظهر در خدمت شما عزیزان هستم. امروز که من این برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنم هستش روز 30 نوامبر 2015 و برابر است با 9 آذر 2574 شاهنشاهی یا هخامنشی. من در آغاز اجازه بده چند تا لغت رو بگم. ببینید، به این لغت ها توجه کنید: اخلاق، عشق، محبت، سعادت، مطالعه، حرفه‌ای، شراب، عرق، مربع، مکعب، مثلث، الافزار، جدول ضرب، باقی مانده. این لغت ها و اگر هزاران لغت دیگه که تو زبان فارسیه یک شب در بیارن، من دیگه نمیتونم حرف بزنم. تکرار میکنم خانم آقایون، اگر این همه لغت که ریشه عربی داره اگر ما از زبان فارسی در بیاریم بیرون، دیگه نمیتونیم حرف بزنیم. مثل این نویسنده هایی که می نویسن، هی باید آدم، من ببینید، من یه دفعه براتون گفتم، من وقتی من با عنوان دبیر فیزیک نمونه از طرف وزیر آموزش پرورش ابلاغ دارم که دبیر نمونه فیزیک کلاس 12 هستم، درست؟ راست موفقیت این بود که هر چیزی رو می خواستم برای بچه ها بگم و احساس می کردم که وقتی به این موضوع برسم اونا نمی فهمن این چیه، قبلا توضیح میدادم. مثلا اگه در جایی مثلا میخواستم درباره اندازه‌گیری سرعت نور بگم و میدونستم یه جا میرسیم به تانجانت، و این بچه ها تانجانت رو نمیدونن، دبیرستان دخترانه جنوب شهر ریاضی خوبی نخوندن، معلم ریاضی خوبی نداشتن بیچاره، ولی میدونستم تانجانت رو بلد نیستن، پس بنابراین تانجانت رو مینویستم کنار تابلو، یه مثلث میکشیدم، یه آلفا زاویه میذاشتم، یکی میذاشتم ضلع مقابل، یکی میذاشتم مجاور، مینویشم تانجانت یعنی نسبت ضلع مقابل و مجاور. حالا وقتی که بحث میرسید به تانجانت، اون شاگرد دانش آموز اون گیج نمیشد چون تانجانت رو شنیده بود. اما مثلا من میخونم یک چیز رو نوشته خیشکاری، خب من معنی خیشکاری رو نمیدونم، تا اینکه فکر کنم معنی خیشکاری چیه 3-4 جمله از اون رو هم نمیفهمم. خب چرا این لغت مصطلحش نگیم؟ آخه ببینید خانم آقای، ببینید، مگه ما فرق داریم با ملت‌های دنیا؟ مگه ما با ملت آلمان، با ملت سوئد، با ملت امریکا فرق داریم؟ اینا دنیا رو زیر سلطه خودشون دارن، اینا به دنیا همه چیز صادر میکنن، اینا آقاهای دنیا هستن، اینا همه زبانشون مخلوط از لغتهای مختلفه، اینا به بازار میگن بازار، به الکل که محمد زکریای رازی کشف کرده میگن الکل. ما چرا برمیداریم اینترنت رو میذاریم مثلا فرض کنیم که تارنما؟ ما چرا برمیداریم مثلا فرض کنیم که این لغاتی که هستش مثلا جدول ضرب رو عوض میکنیم یه لغت دیگه میذاریم؟ الو الو، دور گوشی، حتما حتما
جناب امید امیدوار رئیس تلویزیون E2 افتخار دادن اومدن رو خط. خواهش میکنم بفهمید جناب امیدوار. درود بر شما و درود بر کسانی که در آمریکا تنکسگیوینگ هم جشن میگیرن، به غیر از جشن های ایرانی که میگیرن در خلال این کشور هستیم، این هم حتما جشن میگیرن دیگه. بله. درود میگم به همه و آرزو میکنم که سالهای خوبی داشته باشن. شما چندین بار راجع به موضوع صحبت کردین. بله. امروز گفتم بیام شاید بتونم یه مقدار روشن کنم این مسئله رو. بسیار ممنون شدم ازت. ببینین الان مثلا کلمه درود و سلام خب خیلی آسونتره برای ماها. حالا مثلا من عادت کردم برای صفحه سال، ولی اولش خیلی برای آسان بود که سلام بگم و هیچ فرقی هم نداره. ما اینجا میگیم هلو، میگیم های، یا بگیم سلام، یا بگیم اینا یک صداییه که ما از خودمون در میاریم. درسته؟ بله. آسونتر بود ما سلام میگویم، ولی این به خاطر مبارزه ای که ما داریم با این اسلام میکنیم و برای اینکه اینها در سلام و کلمات عربی اومده، یک مقدار مردم زده شدن از اینا و این یک نوع مبارزه، این یه نوع پرچمه. ما به دستمون داریم میگیریم، یعنی میگیم ایرانی ها نمیتونن تو خیابون بیان، نمیتونن با اینا جنگ بکنن، با تیر میزننشون، کتکشون میزنن، اذیتشون میکنن. تنها کاری که میتونن بکنن اینه که افتادن به زبون اینا میگن زبونشون رو عوض کنیم. برای اینکه چیکار کنن؟ تنها راه مقاومته، راه دیگه ای ندارن. یعنی میخوان یه جوری با اینا مبارزه کنن. مبارزه رو گوشن روی چیزی که از نظر شما، بعد شما درست میگین، راحت تر ما زبون فارسی که مخلوط شده به عربی بریم جلو. ولی این یک نوع حرکته و این حرکت شما نمیتونه زیر سوال ببرین. چرا نمیتونه ببرین؟ برای شما مشکله. بله، خب برای اینکه شما اشتباه یاد گرفتین. ولی اگر ما بتونیم اینو یواش یواش، نه زیاد، مثل این سلامی که تبدیل به درودش کردیم، بتونیم دونه به دونه کلمات بیاریم، نسل آینده ما فارسی قشنگتری صحبت خواهم کرد. ولی این فقط مبارزت آقای مینوی، شما هر هفته میگین اینو. من خواستم اگر این مبارزتی ربطی به درست بودن و غلط بودن و سخت بودن و آسون بودن نداره. مبارزه اینه که من الله دیگه گردنم نمیندازم، یکی میره فرابهر میندازه. شما برگردی بگی آقا حالا به این کار سختی داری فرابهر پیدا کنی، همه جا الله هست دیگه، از بچگی هم ما انداختیم. خب این مبارزه است. وقتی که کلمات عربی رو میخوام باش مبارزه کنم بردارن، شاعر ایرانی سعی میکنه کلمات رو تو جایی که میتونه فارسیش کنه داره با اینا مبارزه میکنه. تنها دلیلش به نظر من همینه. آقایت با مینوی عزیز بسیار سپاسگزارم. مرسی. سپاسگزارم. بله. من دو مورد میگم در مورد این قضیه و از این بحث خارج میشم. یه مورد این که آقای یعقوب لیث صفاری وقتی به قدرت رسید برای شعر گفتن. تا اون زمان ادبیات به عربی بود و اون زمان برای آقای یعقوب لیث به عربی شعر گفتن، در متنش، در توصیفش، در خوبی شعر گفتن. یعقوب صفاری گفت آقا به زبونی که من نمیفهمم چرا برای من شعر میگی؟ حالا جناب امیدوار، این درود یک نمادیه، قبوله، ولی بقیه چیزا به یک زبونی که من نمیفهمم، وقتی من هر خطی رو میخونم هی باید فکر کنم که این معنیش چیه، این چیه، آقا این چه لطفی داره؟ حالا یک کلمه‌ای هست مثل درود که مصطلح شده، مرسوم شده برای همه، به قول شما نماد آغاز صحبت درود بر شما. همینطور گفتم به دو نکته اشاره میکنم. یکی هم اشاره میکنم به حرف آقای هادی خورسندی. آقای هادی خورسندی روی سن گفتن که من یه دفعه از صحنه که اومدم پایین، اون پشت آقای اومد بالا، من گفت آقای خورسندی از شما انتظار نداشتم، شما خیلی منو مایوس کردی فلان. من گفتم ببینی چی گفتم، چه حرف بدی زدم. گفتم آقا ببخشید چی شده، من چی گفتم، معذرت میخوام اگه حرف زده شدم. گفت شما گفتید سلام. سلام کلمه عربیه. آقای هادی خورسندی میگفت، من گفتم عربان نمیگن سلام، میگن السلام علیکم. البته آقای خورسندی یه جوده دیگه هم اضافه کرده که من اونا رو نمیخوام بگم، حالت عرب ستیزی داره، ولی گفت عربا نمیگن سلام، میگن السلام علیکم. خب واقعیت اینه که سلام یه کلمه ایست که فارسی شده است. عشق، عربا نمیگن عشق، همش از حبیب و اینا استفاده میکنن. عشق یه کلمه ایست که درسته که ریشش عربیه ولی فارسی شده است. حالا بگذاریم. من در این مسافرتی که بودم، میدونید من 5-6 روز رفتم دالاس، اونجا موندم. خب یک سفر خیلی خوبی بود، فامیل و آشنایان رو دیدیم در اونجا. خب جلساتی تشکیل شد،
در دید و بازدید هایی که بود افرادی بودن که استاد دانشگاه، رئیس یک بخشی از دانشکده، رئیس یک درمانگاه، یعنی پزشک رئیس درمانگاه و افراد مختلفی که بودن بحث شد. و بعد من دیدم که اینا همشون معتقدن که برای رای ایران یک نکته لازم و ضروری اسلام زداییه و معتقد بودن که اصولا دین ها یعنی معتقد بودن هر ایدئولوژی که از پیش ساخته شده است، حتی کمونیسم یا اسلام یا مسیحی یا یهودی، اینا همشون یک به اصطلاح چیزهایی هستن که زنجیر به پای انسان ها هستن، چون یه چیزهایی ساخته شدن در زمانهای بسیار قدیم و مثلا مارکس 178 سال پیش و اون بقیه چندین هزار سال پیش و اینا دست و پای مردم بستن و یک مقرراتی آوردن که مقررات آزاردهنده است، مناسب روز نیست. مثلا به عنوان مثال در اسلام بهره ممنوعه، شما هر کاری که میکنید در زندگیتون میدید میگیرید، نمیتونه ممنوع باشه. شما میدید ماشین میخرید، خب قسط میدید، بهره میدید دیگه، میرید خونه میخرید قسط میدید، نمیتونید از اول عمرتون تا مثلا 30 سال زندگی کنید بعد پسنداز کنید بعد یک گونی پول بذارید دوشتون برید خونه بخرید دیگه. اینا به شما وقتی که بدونن درآمد دارید و اعتبار دارید وام میدن، میتونید خونه بگیرید، از مزایاش استفاده کنید. و اونا معتقد بودن که این ایدئولوژی های از پیش ساخته، چه اسلام باشه، چه مسیحیت باشه، چه کمونیسم باشه، چه هرچی باشه، باید عوض بشه، یک قوانینی بیاد که این قوانین بر اثر ایدئولوژی از پیش ساخته نباشه. و من از این بابت خیلی خوشحال شدم که این مسائل اینقدر رشد و نمو کرده. الو الو، درود بر شما، گوشی درود بر شما، صداتون رو خط پخش میشه، بفهمید خواهش میکنم. آقای میرویی، ما چندین ساله که از زمان رضا شاه بزرگ تصمیم بر این گرفته شده که واژه‌های فارسی رو در زبان فارسی بیشتر به کار ببرن. اومدن فرهنگ سرا درست کردن، زحمت کشیدن بزرگان کشور ما. حالا ما یه رفعه بیان بگید تمام زحماتی که کشیدن که بیان و واژه های فارسی رو به جای عربی استفاده کنید. ماهای عربی رو که شما میدونید که حتی شعر ساخته بودن، به محرم که گذاشتی بود از ماه سفر، دو ردی و دو جمادی زفه یک دیگر، رجب از دسته شعبان و شوال، پس به زیغرده و زیحجه بکن نیک نظر. اینقدر اینا به عربا علاقه داشتن و اهمیت میدادن که حتی ماه شمسی رو که شما میدونید عمر خیام اومده تقویم درست کرده، تقویم فارسی. بله، کسانی که علاقه‌مند به اسلام بودن و میخواستن عربی بیشتر رایج باشه اومدن حتی از ماه‌های عربی استفاده میکردن. ما چرا نیاییم و از ماه‌های فارسی استفاده کنیم و واژه‌های فارسی رو که میتوانیم استفاده کنیم استفاده کنیم و تازه اشکال هم بگیریم، بگیم آقا چرا این کارو میکنیم؟ این کارو میکنیم برای اینکه زبانمون خالص بشه، زبانمون ایرانی بشه، نه اینکه عربی بشه و سر عربیت خودمون. آقای ناصر توکلی عزیز، من میخوام از شما یه سوال بکنم، در دنیا کدوم کشور رو میشناسید که زبانش خالص مال اون کشوره؟ هر زبانی که خالص نیست ربطی به کشور ما نداره. کشور ما چندین هزار سال زبانش تا قبل از 1400 سال پیش اهلی فارسی بوده و وقتی که عربا هجوم آوردن حتی فارسی صحبت کردن رو قدغن کرده بودن. حالا ما بیاییم و تبعیت کنیم بگیم چون اینا این کار رو کردن
پس ما هم بیاییم و عربی صحبت کنیم، چون فلان کشور زبانش خالص نیست. ما میخواییم زبان کشور چندین هزار ساله خودمون همون زبان فارسی باشه. بله، خیلی متشکرم از توضیحتون. مرسی. بله، ببینید، من مخالف این که فارسی رو به کار ببرین که نیستم، که یه جوری جلوه میدین جناب آقای ناصر توکلی مثل که من طرفدار واژه‌های عربی در فارسی هم. من طرفدار اینم که زبان باید واضح و روشن باشه، شنونده یا خواننده زود به مفهوم اون گوینده یا اون نویسنده پی ببره. اگر لغت های این تو بیاریم که اون طرف بره به معنی این لغت ها گیر کنه و گیج بشه، خب به ضرر خودمونه. ما اون چیزی میخوایم به طرف بگیم، اون چیزی که میخوایم براش بیان کنیم، خوب استفاده نکنیم، برای که لغت های غیر مصطلح رو به کار بریم. جناب توکلی از فرنگستان گفتن. فرنگستان یک مقام بسیار محترم و قابل ستایش است که آقای رضا شاه با اون بی سوادیش این سازمان رو به وجود آورد. فرنگستان یه وقت میگه آقا به جای عدلیه بگیم دادگستری. وقتی میگه فردا دیگه رادیو تلویزیون، حالا اون زمان که تلویزیون نبود، رادیو و روزنامه و همه میگن دادگستری و جا میفته. اما الان یه جوری که مثلا فرض کنید که من فکر میکنم کتاب یک لغت، مثلا فرض کنید که عربیه، برای خودم یک فارسی جاش میذارم، یه نفر تو سوئد برای همین کتاب یه فارسی دیگه میذاره و یه نفر تو آلمان یک فارسی دیگه میذاره. ببینید، هر کس یک کتاب می‌نویسه میخواد مثلا ابراز وجود کنه، مثلا میخواد بگه من خیلی دانشمندم، یه 5-6 تا لغت از خودش در میاره، اون تو میچپونه. خب این غلطه، این لغت رو من نباید در بیارم، که باید فرنگستان در بیاره. من اگه لغت در آوردم، خب این درست نیست. حالا فرنگستان هم هرچی در آورد که بازم درست نیست. من میگم این اروپایی ها غربی ها انقدر معرفت دارن که به اون الکل میگن همون الکل، به اون جبری که خوارزمی ایرانی ساخته میگن همون الجبرا، به اون کیمیایی که ایرانی ها درست کردن همون میگن کمیستری. فارسی رو احترام میذارن، ولی ما به لغات اونها احترام نمیذاریم. ما میگیم مثلا فرض کنیم که میگیم، فرض کنیم که کامپیوتر رو که در یه لغت جدیدی است در دنیا اومده، همه جای دنیا میگن کامپیوتر، ما برمیداریم اسمش رو داریم رایانه. به نظر من این لغت رو اگه فرنگستان ایران هم گذاشته، فرنگستان آخوندیه، دلیلی نداره که ما به کامپیوتر بگیم رایانه. حالا اگر یک کسی میخواد بگه، من مانعش نیستم، ولی لغاتی رو به کار نبرید که معنیشو من نمیدونم. اگه معنیشو من نمیدونم، توی یه متن اون لغتی که من معنیشو نمیدونم باشه، من اونجا گیج میشم، ترمز میکنه ذهنم، ترمز میکنه که این لغت معنیش چیه. با خودم حرف میزنم، معنیش کوششه، معنیش انجام وظیفه است، معنیش مثلا روشن فکر گراییه، معنی این لغت چیه؟ چون زود نمیتونم بفهمم. پس اگر مثلا فرض کنیم که یک کتاب گویایی هست، سه خطش رد شده، من هنوز در بند اون لغت هم. خب این اشتباهی، این به نظر نویسنده ای کتابه، باید مطابق دانش مردم بنویسه. هیچ کس نگفت ماهای ایرانی بده، بزرگترین کاری که انجام شده این ماهای ایرانی رو به کار بردن در زمان رادشاه، اسماش هم عوض کردن. جناب توکلی اسمای این ماها وقتی که بود، حمل و ثور و جوزا، گوسفند و نمیدونم گاو و نمیدونم فلان، بعد نمیدونم عقرب و سرطان و سنبله و اینا بود. اینا همه رو آقای رضا شاه دستور داد اون فرنگستان اسمای اوستایی گذاشتن، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور. خب معلومه که اینا بهتر جمادی الاول جمال ثانیه. خب جناب میگم که اینو هفته پیشم گفتی، خب ده هفتم بگیم باید جمادی الاول جمادی ثانی، یعنی ماه اول زمستان ماه دوم زمستان. خب این اصلا این ماه وقتی میچرخه، وقتی این جماد اول جماد ثانی یه وقت میفته تو تابستون، یه وقت میفته تو پاییز، یه وقت میفته تو بهار، یه وقت میفته تو زمستان، اصولا بی‌معنی میشه. نام ماهای عربی اگه معنی کنی، معنیشو بفهمی، میفهمی بی ربطه. ربیع الاول، ربیع الاول یعنی ماه اول بهار،
خب ربیع الاول وقتی افتاد تو وسط زمستون چی؟ باز ماه اول بهاره. ولی در ماه ایرانی بسیار عالی است که ارتباطی به لغت داشت. من میگم لغت‌های رو به زور اگه یه فرهنگستانی باشه اون فرهنگستان بیاد لغاتی رو درست کنه و اون لغات رو ما همه به کار ببریم، این خیلی خوبه. اما یکی توی هوستون یه لغت بسازه، یکی توی دالاس برای همون واژه لغت دیگه بسازه، یکی به پارلمان بگه رایستان، چون که مجلس شورای ملی هم مجلس عربی، هم شوراش هم ملیش، پس بگیم رایستان. یکی مثلا بگیم به نمیدونم عرب ها، یه دوست عزیز دانشمندی دارم آقای ناصر توکلی میشناسه که ایشون میان توی رادیو هم برنامه دارن، آقای دکتر بزرگمهر وزیری تهرانی، ایشون میگفتش که عرب ها به زوورزشگاه میگن رستمخانه. خب یه لغت فارسی اونا به کار میرن. ما به جریان الکتریسیته میگیم برق، برق یه لغت عربیه، عربا میگن الکهرباییه، کهربایی لغت فارسیه. خیلی ششکالی نداره اونا بگن کهربایی، زبانشون سالهاست که میگن کهربایی، الکهرباییه. ما سالهاست میگیم برق، عیب نداره که برق فارسی شده است. عرب نمیگه برق، برق رو اصلا اگه ما بگیم برق اونا نمیفهمن. باید عربا میگن برق، قیر رو یه جور دیگه میگن، قاف و قین رو فرق میزنن. حالا بگذر، ببینید من توی تقویم داشتم نگاه میکردم روزا رو، چون امروز من همینطور دوست داشتم این پیرهن قرمز بپوشم، گفتم نکنه مثلا روز عاشورایی باشه، تاسوعایی باشه، یه روزی باشه که مثلا یه سری عزاداری میکنن من این پیرهن بپوشم براشون خوش نباشه. دم نه، یکی دو روز بعد یک مراسمی هست به نام اربعین حسینی. من میخوام بپرسم هر کس که وارده، هر کس که فاضله، هر کی فقه میدونه، هر کی فارسی میدونه، هر کی ادبیات میدونه، هر کی خوب میدونه، من بگه اربعین حسینی یعنی چی؟ مگه ما اربعین حسنی هم داریم، اربعین علیی هم داریم، اربعین محمدی هم داریم؟ مگه اربعین مال یک فرد میشه؟ اربعین حسینی، خب چرا دیگه بقیه اربعین ندارن؟ اصل در دین اسلام محمد بود یا علی بود یا حسین بود، کدوم اصل بودن؟ علی داماد پیغمبر بود، خلیفه چهارم بود از نظر اکثریت مسلمان ها که سنی هن. از نظر ما ست خلیفه اولی که علی اونا رو قبول داشت، براشون قاضی بود، براشون مشاور بود، براشون جانشین موقت بود برای عمر، عمر همه کارشون با علی مشورت میکرد. اصلا عمر گفته اگه علی نبود من هلاک شده بودم. حالا ما بیایم بگیم نه، عمر قاصبه، علی اولین امام علیه. خب حالا اولین امام علی، حالا قبول میکنه. خب پس بنابراین در اسلام، در اسلام شیعه اولین شخص مهم محمده، بلکه دین اسلام آورده دیگه. دومین شخص مهم بر حسب عقیده شیعه علیه، چون امام اول بعد محمده. بعدش کیه؟ بعدش امام حسنه، چون امام دومه، پس اول محمد، بعد علی، بعد امام حسن، بعدش امام حسینی که امام دومه. امام حسن امام اول، امام سوم امام حسین، علی امام اول، حسن امام دوم، علی امام سوم. پس امام سوم که از امام اول مهمتر نیست. چه تو اربعین علیی نداریم، اربعین محمدی نداریم، اربعین حسنی نداریم، چه تو اربعین حسینی داریم؟ بر چی؟ این حسین از همه اونا زرنگتر، باوشتر، دانشمندتر، آگاهتر، شجاعتر، چی بود این آقای حسین؟ با 70 نفر رفت به جنگ لشکر، هم شب هم به همه گفت آه فردا همه کشته میشیم. در واقع خلاف اسلام کار کرد، چون اسلام میگه هیچ کس حق نداره کاری بکنه که دینش، ببخشید، بدنش در معرض آزار و کشتن قرار بگیره. آقای امام حسین به یارانش گفت آقا ما فردا کشته میشیم. معروفه که اون شب موهای بدنش رو پاک میکرد که وقتی میره بهشت با حوریا خیلی ترتمیز و خوشگل باشه، حوریا خوششون بیاد، قلمان ها خوششون بیاد. خب مردی با این باورها چه مزیتی داره بر دیگر افراد؟ علی که اقلا دانشمند بود، اقلا اندیشمند بود، اقلا کتاب نوشت،
مقاله نوشت، خطبه نوشت، خطبه علی به مالک اشتر مشهوره. این آقای امام حسین چی نوشت؟ کدوم ورقه رو پر کرد؟ کدوم دانشو داشت؟ کدوم سواد داشت؟ حالا فقط این اربعین داره؟ بله. ببینید، اجازه بدید من برم روی مطالبی که تهیه کردم اینا رو بخونم تا برسیم به این مطالبی که میگه خوام بگم بعد از این. در جشن‌های هنر شیراز یک رویدادهای اتفاق افتاد. این رویدادها رو زبان به زبان بازگو کردن و به گوش مردم رسوندن با دگرگونی‌هایی و مردم رو باور کردن. ببینید، ما ملت ایران ملتی هستیم خوشباور، و از این خوشباوری بعضی ها به توطئه استفاده میکنن، بعضی ها همینطور، بعضی ها دروغ‌هایی در میارن. مثلا به عنوان مثال، وقتی که سینما رکس آبادان رو آتیش زدن که 400 خورده آدم اونجا کشته شدن بر اثر دود و مسمومیت و آتش، گفتن که درآوردن، یعنی این اسلامی ها درآوردن، گفتن در اونجا خانواده سلطنت کارای بیناموسی میکردن، فیلم گرفتن از اینا داشتن تو این سینما نشون میدادن. اینی که ساواک سینما را آتیش زد. ببینید چقدر مطلب مستهجنه، چقدر بیمعنیه. در دربار شاه کارای بیناموسی میکردن، فیلم گرفتن بردن تو آبادان نشون دادن. آخه کی فیلم گرفته؟ کی برده آبادان نشون بده؟ ساواک سینما را آتیش زد. الو، گوشی داشته باشه. درود بر شما، صداتون رو خط پخش میشه، بفرمایید. اربعین یعنی چهلوم. اینا میتونستن که البته به خودش ارجحیت بسیار زیادتر از هر ببینید سرور ارجمند من، دوست عزیز من خودم میدونم اربعین یعنی چهلوم. من سوالم اینه که چرا فقط برای حسین چهلوم دارن؟ بله بله، برای حسین چرا چهلوم دارن؟ برای که میگن ایشون به اصطلاح درخت دین رو آبیاری کرده، ایشون جانش رو فدا کرده که اسلام پایدار بمونه، ولی بقیه این کار رو انجام ندادن. ایشون تنها به اصطلاح بعد از ازی مرجعی بوده که اسلام رو محکم نگه داشته، و حسن و اون چهارمی هم که مریض الحال بوده و به همین ترتیب میام جلو و اینا، ایشون میگن درخت اسلام رو آبیاری کرده. از این نظر یه ارجعیت بیشتری بهش میرد که متاسفانه من در یه جایی خوندم در کتاب مال مسلمان های دیگر که این به اصطلاح روز عاشورا یه مسئله نیم ساعته بوده و تموم شده، یه جنگی شد و ایشون کشته شدن و تموم شده رفته. ولی خب این دیگه چیزی هست که ما شیعه ها روی این متکی میکنیم خودمونو که بتونیم به اصطلاح دکان دین رو کاملا باز میگرداریم. بله مرسی. پس دکانه. خیلی متشکرم از راهنماییتون. مرسی مرسی، سپاسگزارم ازت. بله، داشتم میگفتم که ما خیلی راحت یه چیزی رو بگن باور میکنیم دیگه. اون موقع من خب شایعه است دیگه، شایعه میگرده، همه میگن دیگه. من پیش خودم فکر میکنم آخه چجوری ممکنه، اصلا امکان داره یک فیلمی باشه که مرتعید ساواک نباشه و مثلا کارهای خلاف نشون بده، خلاف مثلا شاه و خانواده سلطنتی رو نشون بده، بعد بردارن اینو فیلم بگیرن، بعد ببرن توی سینمایی در آبادان نشون بدن، بعد اون وقت ساواک همه رو بکشه؟ آقا مگه میشه همچی چیزی؟ باور میکنن دیگه. حتی همون به محضی که این اتفاق افتاد، آقای خمینی نامه داد، گفتش که کار علما نیست این کار. این کار یعنی میدونین که میگن چوب و برداری گربه دوزه فرار میکنه، این خود گربه دوزه گفت کار ما نبوده، وقت فکر نکنید کار ما بوده.
در حالی که بعدا معلوم شد که دقیقاً کار آخوندا بوده، به دستور اونا بوده و این عاملین این کار رفتن عراق دستگیر شدن و صدام حسین که اون موقع روابطش با شاه خوب بود اعلام کرد که من اینا رو گرفتن بازرسی کردم، یه پرونده درست کردم، میخواید با پرونده بفرستم برای شما. اونا گفتن نه، اگه بفرستید علما عصبانی میشن. شریف امامی نخست وزیر بود، گفت علما عصبانی میشن. خب حالا یکی از شایعاتی که توی اونجا بود این بود که در جشن هنر شیراز، منم این شایعه رو شنیده بودم و هیچ وقتم امکانش برام نبود که برم حقیقت رو دریابم، این شایعه اینطوری بود که در جشن هنر یک تئاتری درست میکنن، این تئاتر در وسط خیابون انجام میشه و در این تئاتر، در وسط تئاتر یک مردی به یک زنی تجاوز واقعی میکنه، یعنی لباسش میکنه، خودش هم لخمیشه تجاوز میکنه، یعنی این بخشی از تئاتر که توی خیابون در حضور مردم اجرا میشه. اینجوری شایعه درست کرده بودن، بسیار هم باور کرده بودن. هیچ کس نرفت یه جا بخونه، بپرسه، تحقیق کنه بابا این تئاتر چی بود، چه جوری بود، چه جوری شد، این اصلا این تئاتر از ایران که نبود، تئاتر خارجی بود، این تئاتر خارجی آیا تو لندن هم اینجوری انجام شد، توی پاریس هم اینجوری انجام شد، مگه مردم پاریس و لندن اعتراض نکردن؟ حالا من اینو گزارششو میخونم از روی غلامرضا افخمی، یک کتابی نوشتن زندگی و زمانه شاه. بله من یه بخشی از اینو میخونم. تفسیر قفاری از این نمایشنامه که آن را برای آقای قفاری، یکی که سرپرستان جشن هنر بود که اون میرفت انتخاب میکرد که چه چیزهایی در این جشن هنر دعوت بشن، چه کسانی، چه گروه های. از این نامه که آن را برای نخستین بار در پاریس دیده و آن را برای جشن هنر مناسب یافته بود این است که تجاوزی که در آن صورت میگیرد جنبه نمادین دارد و به ویژه نماد تجاوز روسیه به مجارستان است. خلاصه سربازی که لباس ارتش شوروی را بر تن دارد وارد شهری می شود که فرمانده نظامی شوروی دستور داده تمام کودکان پسر این شهر را بکشند. زنی به پسرش لباس دخترانه می پوشاند تا او را از کشته شدن نجات دهد. این سرباز می فهمد که این کودک پسر است و به زن هشدار می‌دهد که به حیله او پی برده است و برای اینکه راز او را فاش نکند باید تسلیم وی شود. سرباز برای فهماندن خواستش زن را با خشونت در آغوش می‌کشد و در اجرای این تئاتر در ایران هیچ صحنه عریانی وجود نداشت و هیچ حرکت شهوت انگیزی صورت نگرفت. این نمایشنامه در انبار مغازه‌ای در کنار خیابان روی صحنه رفت و تماشاگران در داخل انبار نشستند و نمایشنامه را تماشا کردند. در این انبار تقریبا 100 نفر تماشاگر جا می‌گرفتند. آخرین صحنه که در آن سرباز زن را در آغوش می‌کشید نزدیک به در این انبار رخ می‌داد و بخشی از آن به خیابان کشیده شد، جایی که چند تن از آبرانی که در خیابان ایستاده بودند هم آن را دیدند. این نمایشنامه 3 یا 4 شب اجرا شد. برای حمایت از بازیگران و حفظ امنیت خیابان در زمان اجراهای دوم و سوم چند تن مأمور پلیس در لباس شخصی به همراه افراد خانوادهشان این خیابان را اشغال کردند و در نتیجه به گفته قفاری شمار زیادی از مردم عادی نمی توانستند این نمایشنامه را تماشا کنند. قفاری شمار افرادی را که این نمایشنامه را دیدند بین 300 تا 350 نفر ارزیابی می کند. این رقم به گفته قطبی بیشتر است ولی نه خیلی از ادامه اجرای این نمایشنامه جلوگیری کردند، زیرا آیت اللهی محترم در شیراز به اعمال شهوانی این نمایشنامه که به او گزارش کرده بودند اعتراض کرد
زمانی که به او توضیح دادن که در این نمایشنامه هیچ صحنه عریانی وجود نداشته است، باز هم اصرار داشت که اشاره تلویحی به امر تجاوز، حتی اگر منظور خود این عمل و لذت جنسی نبوده است، برای اخلاق مردم خوب نیست. خوک بچه آتش، اسم نمایشنامه بوده، خوک بچه آتش یا مثلا خوک بچه آتش یا هم چیزی، به موضوع بحث مهمی و به دستاویزی برای مخالفان شاه تبدیل شد. روحانیون و جناح چپ آن را آمیزش جنسی برهنه در ملأ عام و در خیابان توصیف کردند و هزارها بلکه میلیونها مرد، زن و کودک بیگناه شاهد آن بودند. افراد دیگری در ایران و در خارج آنچه را شنیده بودند ندانسته بازگو کردند. این نمایشنامه گواه دیگری بر هرزگی رژیم و گرایشی طبیعی آن به فساد تلقی و درباره آن تبلیغ شد. خب خود توجه کردید چی شد؟ یک نمایشنامه‌ای بود به نام خوک بچه آتش. این نمایشنامه ببینید در اصل ضد کمونیسته. میگه در یک شهری فرمانده شوروی آن شهر دستور داده هر تیپ پسر بچه‌ات بکشن. یک زنی از ترس پسرش رو لباس دخترانه پرتنش میکنه تا دختر نماینده بشه، کشته نشه. یه سرباز روس میفهمه که این پسره، دختر نیست، و به مادر میگه علت رو پی بردم و میخواد از مادر که تسلیم هوس اون سربازه بشه. و این تجاوز یه تجاوز نمادینه، یعنی سربازه به طرف زن حمله میکنه که مثلا تجاوز کنه، ولی هیچ اتفاقی نمیفته. ولی برای ما گفتن، برای منم گفتن، گفتن که یک نمایشنامه رو در وسط خیابون نشون دادن که در اون نمایشنامه یک مردی تجاوز میکنه به یک زنی، تجاوز واقعی. ببینید حالا چقدر موضوع با اون چیزی که به ما گفته بودن فرق داشت. ببینید من یه سوال میکنم، چرا امریکا، ژاپن و آلمان و مثلا سوئد رو استثمار نمیکنه؟ چرا برای اینا توته؟ چرا برای اینا حاکم نمیفرسته؟ چرا برای اینا نخست وزیر تعیین نمیکنه؟ ببینید باز من رو یعنی به اون حرف چرچیل میگن که شما که در اون سر دنیا در کجور دخالت میکنید، حکومت ها کنید و کشور رو استثمار میکنید و استعمار میکنید، چطور این ایرلند رو نمیتونید؟ چرچیل میگه برای اینکه ما بتونیم یک کشور رو استعمار بکنیم یا استثمار بکنیم، دو چیز لازمه. یکی رجال خودفروش رشوه‌گیر، یکی مردم اکثریت نادان. خب بر ما هر دو موجود بود، هم بسیار رجال رشوه بگیر بودن، هم اکثریت که من باشم نادان بودیم، هرچی میگفتن قبول میکردیم. بعدم هر اتفاقی برای ما میفته تقصیر یکی دیگه میذاریم. هیچ وقت انگشت ما اینجوری نیست، همیشه اون انگلیس، فرانسه، آلمان، کارتر. خب کارتر خاص آقای محمد رضا شاه رو بندازه، چرا ما چرا حمایت نکردیم که نیفته؟ امریکا خاص فیدل کاسترو رو بندازه، چرا نتونست بندازه؟ همین آقای روزولت، پسر نوه رئیس جمهور، اسم کوچیکش یادم رفت، الان یادم میاد بهتون میگم، همین آقا در کوبا مأمور شد که توطئه کنه فیدل کاسترو رو بندازه، و توطئه‌ای که کرد آنقدر ناشیانه کار کرد. کرمیت روزولت، اسمش بود کرمیت روزولت. این آقای کرمیت روزولت اینقدر ناشیانه کار کرد که به اصطلاح دستش رو شد، یعنی همه فهمیدن که این چیکار کرده، مثلا به کی چقدر پول داده، به کی چیکار کرده، همه روشن شد که این کارا رو کرده که فیدل کاسترو رو بندازه. برملا شد کارش، آبروش رفت و آبروی CIA. آقا ما چرا این همه خرج کنیم که با
باعث آبرو ما بشدن یا من میخواستن ساواک رو محدود کنن، بودجهش کم کنن. آقای کرمیت روزولت اومد یک کتاب نوشت، آنتی کوپ یه همچه اسمی، ضد کودتا یه همچه اسمی. بعد اومد در ایران قلم فرسایی کرد، پهلوان بازی در آورد، پهلوان پنبه بازی در آورد که من بودم و ال کردم و بلند کردم. ما ایرانی ها متاسفانه دنبال حقیقت نمیریم. ما نمیفهمیم که بعد 25 مرداد به آقای کرمیت زنگ زدن، کرمیت روزولت تلفن که کاخ سفید تماس گرفت، گفتش که آقا طرح ایجکس که بر علیه زدودن حزب توده بود و برکرانه دکتر مصدق شکست خورد، برگرد بیا امریکا. این آقا موند ببینید چه خبر میشه. و در اون روزهایی که آقای فضل الله زادی انقلاب ابلاغ نخست وزیری تو جیبش بود و این ابلاغ رو به خبرنگارهای خارجی نشون داد، عکسشو توضیح کرد، عکسشو پخش کرد و این عکس فوتوکپی اون موقع نبود، عکس برداشتن و این عکس‌ها رو پخش کردن و این خبرنگارا گزارش کردن به روزنامه‌های خودشون در خارج و روزنامه‌های خارجی نوشتن آقا مصدق عزل، نخست وزیر آقای زاهدیه. بعد که اونا نوشتن، بعد یواش یواش مردم فهمیدن، بعد فریاد برآوردن زنده باد شاه، که ما هنوزم فرنگ توطئه، هنوزم میگیم امریکا مصدق رو برکنار کرد. نمیگیم آقا مصدق اشتباه کرد، نمیگیم آقای دکتر حسین فاطمی کودتا کرد. آقای دکتر حسین فاطمی در حالی که شاه هنوز شاه بود، نه استعفا داده بود، نه مجلس مؤسسانی تشکیل شده بود، نه رژیم عوض شده بود، اعلام کرد ما جمهوری هستیم. خب در کدوم کشور وزیر امور خارجه سر خود تصمیم میگیره رژیم عوض بشه؟ برای ما این کار کردیم، ولی اینو بهش توجه نمی کنیم. ما خانم آقایم باور کنید که ما هر بلای سر میاد تقصیر خودمونه. خانم آقایم توطئه ها همه جا هست. اگر من پول تو جیبم میرم توی جمعیت میام میبینم پولمو زدن، تقصیر خودمه. خودم باید میدیدم که این جمعیت توش جیب پر هم هست، باید من پولم رو یه جایی میذاشتم، مثلا تو این جیبم میذاشتم، اینطوری رو دکمه هاشو میبستم، دستم هم اینجا میذاشتم. خب پولم گذاشتم جیب بغلم، نصف کیفم از جیبم بیرون بوده، دکمم نداشته، یه نفر یواشه که این زده، خب تقصیر منه. چرا میگم توته هست اینجا؟ چرا میگم اینجا بدن؟ چرا میگم اینجا فلانه؟ همه جای دنیا جیب پر هست. توی اروپا بسیار کشورها جیب پر فراوانه. صحنه درست میکنن، سر طرف مشغول میکنن، یه دعوای دروغی درست میکنن، یه کار میکنن که طرف حواسش به یه چیز دیگه بره، جیبشو بزنه. خب اون طرف اگه دم جیبش یه دونه دکمه گذاشته، زیپ گذاشته، گاهی هم دست میزنه به جیبش، حواسش هست، خب جیبشو نمیزنن. اونی که میزنن ضعیف، نادان، هیجانی، حواسش جود میره، یه چیز دیگه میزنن، بعد میاد میگه اینا جیب برن. ما ملت ایران اینطوری ایم. من براتون گفتم، حالا البته شما میگید که این مثلا مال چندین سال پیشه، ولی آقای قائم مقام رو هر کار میکرد دولت انگلیس نمیتونست گولش بزنه، هرچی پول بهش میداد میبرد میداد به شاه، گفت قربان این سفارت انگلستان به من مثلا 100 تا سکه طلا رو داده، میبرد میداد به شاه، یا سفارت انگلیس به من این مثلا خنجر طلا نشان و الماس نشان داده، میبرد میداد به شاه. دن نمیشه، اومدن پول دادن به امام جمعه، یه پول دادن به امام جمعه، یه پولم دادن گفتن اینم بین آخوندهای دیگه قسمت کن. از فرداش روی منبرها گفتن که قائم مقام ملحده، قائم مقام کافره. وقتی گفتن قائم مقام کافره، خب یواش یواش اینطوری شد، چون هم رو مخش کار کردن، دستور قتل شدن. بعد جالب اینه، حالا این مهم نیست، دستور قتل. جالب اینه که همون وزیر میگه رفتم تو مردم ببینن چه خبره، دیدم مردم همه رو همدیگه رو بغل میکنن، شیرونی میدن، روبوسی میکنن، که خوب شد که این نخون وزیر کافر کشته شد. ببینید ما همینطوریم. من یادم کوچیک که بودم توی شهری بودم، در اونجا مثلا شهردار کار میکرد، خیلی خوب کار میکرد، همه چی خوب بود، منتها زور آخوندا
گیر آخوندان میفته. آخوندان مثلا میگفتن آقا شهردار فلان شب بیاید تو مسجد، مثلا اونجا روزه داریم شما هم تشریف بیارید. شهردار نمیرفت. یه عکس درست کردن یا واقعی یا دروغی که آقای شهردار یک گیلاس مشروب دستش داره میخوره. تموم شد، شهردار تموم شد. ما مردم نمیگیم آقا مشروب میخوره، به خودش مربوطه، به ما چه؟ مگه ما قاضی شهر این؟ این عکس آقای شاهکار بینش پژوهه. حالا یه مختصری درباره این از مجله عاشقانه براتون بخونم. شاهکار بینش پژوه، ترانه‌سرا، خواننده و آهنگساز، متولد 1322، متولد 22 آذر 1351 در تهران است. یعنی 51 است الان که 94 داره، 43 سال داره. لیسانس خود را در رشته جغرافیای اقتصادی، فوق لیسانس را در رشته جغرافیای سیاسی و دکترا را در رشته برنامه‌ریزی شهری اخذ کرده است. یعنی هم لیسانس داره، هم فوق لیسانس داره، هم دکترا. بینش پژوه کار موسیقی را در سال 1373 یعنی 17 سال پیش در ایران آغاز کرد و در آن زمان او نوازنده گیتار، پیانو و درام یا جاز بود که با گروهش اولین کنسرت گیتار را در ایران اجرا کردند. علاقه او به ادبیات باعث شد که همزمان با کار موسیقی به ترانه‌سرایی نیز روی آورد. اولین تجربه هایش در زمینه ترانه آلبوم بانوی شرقی بود. او ترانه های بسیاری نیز برای دیگر خوانندگان سروده است. بینش پژوه در سال 1378 اولین مجموعه شعرش را به نام دستهایت را دوست می‌دارم منتشر کرد. کافه نادری مجموعه ترانه هایش در سال 1379 به دست علاقمندان رسید. آلبوم اسکناس با مضامینی اجتماعی طنز که پس از 3 سال توانست اجازه بگیرد، البته با حذف ترانه‌هایی، در سال 1383 یعنی 11 سال پیش منتشر شد که موسیقی آن آمیزه ای از موسیقی پاپ و رپ بود که بسیار مورد توجه قرار گرفت. یه بار دیگه عکس آقای شاهکار بینش پژوه. خب این نوع فرخزاد جدیده. من این عکسش نشون دادم برای که خواهش کنم حمایت کنید، این جوان رو حمایت کنید و مواظبش باشید و امیدواریم که نشنیدم داره میره اروپا. در امریکا میدونید که ترور سیاسی بسیار کم بوده، به ندرت اتفاق افتاده. من تا جایی که میدونم یه دونه ترور سیاسی در امریکا اتفاق افتاده و تروریست یا قاتل اون کسی بوده که تو فیلم افغانی بوده، اون کسی بوده که توی یه فیلم سفر قندهار آقای مخمل باف رول یک دکتر محلی رو بازی میکرده، یک دکتر مثلا تجربی رو در اونجا بازی میکرده. مثلا یه مریضی اومد پلوش خیلی دلش درد میکرد و فلان اینا، بهش یه نصف نون سنگک داد، گفت دوای تو اینه. معلوم شد اون بچه اینقدر غذا نخورده، گرسنه است، دلش درد گرفته. یک مقاله است آقای رضا حاجی حسینی نوشتن، من عکس ایشون نشون میدم. این آقای رضا حاجی حسینی هستن. در یک قسمتی از این مقاله نوشتن که من اون تیکه رو میارم بخونیم. آیت الله خامنه ای که مجبور به پذیرش شکست طرح بلند پروازانه هسته خود شده، جسارت پذیرش مسئولیت های آن را ندارد.
یعنی طرح برجام، طرح توافق هسته‌ای پذیرفته شده، ولی آقای خمینی جسارت پذیرش مسئولیت‌های آن را ندارد و سعی دارد با مانورهای تبلیغاتی آن را یک پیروزی جلوه دهد و بر همین اساس تحلیل‌های محیرالعقول ارائه می‌کند، از جمله تئوری نفوذ دشمن پس از برجام. خب ببینید آقای آیت الله خامنه‌ای که بنیانگذار این رژیم اسلامی در ایران بود، ایشون گفت آقا من جام زهر رو نوشیدم، با عراق صلح میکنیم. قرار نبود صلح کنیم، قرار بود بریم صدام رو بزنیم، بغداد رو بگیریم بریم قدس، ولی دیگه حالا مجبور شدیم جام زهر رو بنوشیم. ولی آقای خامنه‌ای جرأت این که جام زهر رو بنوشه نداره و میخواد حالا چون که شکست خورده میخواد هی کار کنی که قدرت بیشتری بگیره، لذا سپاه رو وامی داره که روزنامه نگاران رو دستگیر کنه. آخه کدوم کشوری آقای خامنه‌ای، کدوم کشوری ارتش، سپاه هم یه جور ارتشه دیگه، مگه سپاه در الان سوریه نمی جنگه؟ پس ارتشه دیگه. در کدوم کشوری ارتش سرخود روزنامه نگاران رو توقیف کنه؟ تکرار میکنم سوالم آقای خامنه‌ای، در کدام کشوری ارتش سرخود روزنامه‌نگاران رو توقیف میکنه؟ آخر روزنامه‌نگار یک قانونی داره، مطبوعات یک وزارتخونه ایست، مسئول کار مطبوعاته. اون وزارتخونه وزارت ارشاده. آقای خامنه‌ای خوبه که حالا وزیر ارشاد همیشه خود شما تعیین میکنی، بازم روزنامه‌نگارا رو میگیرید نفوذ، عامل نفوذی هن اینا. آقا چه عامل نفوذی هن؟ این بیچاره نون شب نداره بخوره، مجبوری یک توی یه جایی کارش نوشتنه دیگه، نمیتونه بره بنا بشه که. تحصیل کرده، دانش ها مخته، مطالعه کرده، تجربه داره، بنویسه. مینویسه تو میگه عامل نفوذیه. آقا چه عامل نفوذی؟ کجا گرفت، کجا فهمیدی که کدوم مثلا جاسوس امریکا با این در ارتباط بوده؟ کدوم پول به حسابش ریخته شده؟ کدوم چمدون دلار تو خونش پیدا کردی؟ همینطور عامل نفوذیه؟ همینطور؟ خب منم میگم خود آقای خامنه‌ای شما عامل نفوذی هستی، اگه بدون دلیل گفتنه که منم میگم شما عامل نفوذی هستی. عامل نفوذیه مسکو هستی، آقای پوتین اومد باهاتون ملاقات کرد. چرا توی تمام رژیم اسلامی فقط با شما ملاقات کرد؟ چرا با کسی که ملاقات نکرد؟ پس معلوم میشه شما آقای خامنه‌ای عامل نفوذی هستی. میگید در مدرک بیار. منم میگم این همه روزنامه نگاری که دستگیر کردی گفتی عامل نفوذی هن، تا اول برای اونا مدرک بیار تا منم برای تو مدرک بیارم. حرف من اگه غلطه بگید غلطه. من میگم تو این همه آدمو توقیف کردی گفتی عامل نفوذی هن، دلیلی که نیوردی که. منم میگم شما عامل نفوذی هستید، میگی دلیلت کو، میگم منم دلیل نمیارم، دلیل من تو جیبمه. اول دلیل اونا رو تو رو کن دلیلش چیه، منم بعدا دلیلمو میگم به شما. ببینید خانم آقایون، جنگ واقعی بین آخوندا، فکر نکنید جنگ زرگریه. پسر آقای روح الامینی که از سران دفتر آقای رفسنجانی تو زندان کشته شد، این که شوخی نیستش که. دخترش هزار جور به دختر آقای رفسنجانی اهانت شد، پسرش تو زندانه. آقا مجتمع داره میلیارد میلیارد میدوزه. پس چه فکر میکنی آقای رفسنجانی از اینکه پسرش تو زندانه پسر آقا داره دزدی میکنه، فکر مونی آقای رفسنجانی خوشحال از این موضوع؟ آقای رفسنجانی یه دوزه، اوایل انقلاب بسیار بسیار دوزی کرده، به کارخونه ها گفته که آقا جنسانتون رو بدید دفتر من، نه دفتر من، دفتری که خودش باز کرده به نام یکی بستگانش، بدید به این دفتر، این دفتر میفوشه. جنسی که از کارخونه مثلا میخریده فرض کنید که 200 دلار، اون تو اون دفتر میفروخته 400 دلار. سرمایه‌اش چی بوده؟ سرمایه‌اش یه دفتر و یه کاغذ و چند تا کارمند.
نه انباری نه هیچی، کارخونه جنسات حق نداری بفروشی تا من حواله بدم. حواله 50 تا یخچال ارج بدید به فلان تاجر، اون فلان تاجر قبلا پولش ریخته تو حساب آقا، بعد این پول رو مثلا دو برابر فروخته، اون یه مقدارشو بعدا به حساب کمپانی ارج میرسه. اما ببینید خانم آقایون، ما نباید یک آدمو ذره بین برداریم بریم دنبال سابقش. الان رفسنجانی در سپاه خودیه، از بابت خلافایی که کرده من وظیفه ندارم برم دنبالش. ببخشید شما هم که مثلا فرض کنید که یک مهندس ساختمان هستی، شما وظیفه نداری بری دنبالش. اگر خانم شما مثلا یک پزشک هستی، شما وظیفه نداری بری دنبال این که رفسنجانی و دیگران چی کارهای خلافی کردن. هر کشوری یک مسئولین اجرایی برای این کارها داره. یک کار خلاف به دو وسیله محاکمه میشه، یکی به وسیله شاکی پروندهش میره دادگاه، یکی به وسیله دادستان. دادستان بدونی که شاکی باشه میتونن یه نفر اعلام جرم کنه. پس یا دادستان، دادستان کل کشور و دادستان های همه شهرستان ها، اینا میتونن بر علیه یه نفر که خلاف میکنه بیان اعلام جرم کنن، اونو به دادگاه بکشنن. یا شاکی، دادستان اصلا خبر نداره که این حسین آقا دوزه، این حسین آقا قاتله، من میرم میگم آقا این حسین آقا فلان کس رو کشته، اموالش رو غارت کرده، حالا من اعلام، من شکایت کردم از این، بر حسب شکایت من قاضی موظفه که تحقیق کنه ببینه من راست میگم یا نه. ولی من نمیتونم، من اینجا فرض کنم که یه کار دارم، مثلا فرض کنم که شرکت مثلا سیستم آتش نشانی دارم، حالا بگم که او آقای خلخالی قاتله، باید بریم بگیریم بکشمش. این نفر به من میگه به تو چه؟ به تو چه؟ من چی جواب بدم؟ ما ایرانی ها این نمیتونیم اینو قبول کنیم که آقا اون کار به من مربوط نیست. من میتونم گزارش بدم، من اگه دیدم یه جای نفر کشته شده، کشتن آقای خلخالی کشته یا دستور داده، من میتونم یه نامه بنویسم که من دیدم در فلانجا فلانجا، دنبالش نباید برم. من درختای خیابون پهلوی آخوندا رو آویزون کنیم، این کار یکی از ناآگاهترین ناآگاهانه‌ترین حرفا، بی ربط‌ترین حرفایی است که میشه زد. چون یه آخونده بخواه محاکمه کنی، دادگاه باید محاکمه کنه. من میدونم وقتی انقلاب شد یه سری آدم رو کشتن بی خودی، یک چپی خیلی سفت و سخت به من میگم من خودم یه افسر رو کشتم. بدونی که افسر گناهی کرده باشه، خب افسر دیگه هر کسی یه شغلی داره. من دبیر فیزیک بودم، اون یکی افسر بود، افسر شهربانی، با موتور میرفت جاده ها رو درست کنه، مرتب کنه. نمایش فیلم اجده این نشونتون بدن. این پوستر یه فیلم سینمایی است. اسم این فیلم سینمایی اینه که ما ستایی یا هیچ کس، در 223 سالن سینمایی فرانسه. این نویسندگانی که این ایرانی هستن این رو ساختن و در 223 سینمای فرانسه اینو نشون میدن. حالا یه مختصری من بگم که کی اینو کی ساخته، چه جوریه. فیلم ما ستایی یا هیچ کس نخستین ساخته منوچهر طبیب، فیلمساز و کمدین ایرانی، در سینماهای فرانسه به نمایش در آمده و مورد استقبال علاقمندان به سینما قرار گرفته است. این فیلم درباره خشونت‌های سالهای نخست انقلاب و مشکلات یک وکیل مبارز ایرانی است. هبت طبیب، هبت اسمش هبت نوشته داره دیگه، هب و بوته. هبت طبیب یک وکیل مبارز ایرانی بوده که
به خاطر عقایدش در دوران پهلوی دوم مدتی به زندان می افتد. پس از آزادی از زندان به دختری در خوزستان دل می بازد و با ازدواج و با او ازدواج می کند. بعد از پیروزی انقلاب اما برخلاف انتظار همگان آیت الله خمینی خلف وعده می کند و سرکوبهای سیاسی و مدنی در ایران آغاز می شود. این وکیل مبارز ناگزیر می شود تن به تبعید بدهد. او و همسرش و فرزند خردسالش با کمک احزاب کرد از راه کردستان خود را به فرانسه می رسانند و در محله سندنی در شمار پاریس زندگی تازه‌ای را آغاز می کنند. پیش از این فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی به طور گسترده در سالن‌های سینمای فرانسه به نمایش درآمد و 950 هزار نفر هم آن را دیدند. پیش بینی می شود که فیلم ما ستایی و هیچکس این رکورد را بشکند و از مرز 1 میلیون تماشاگر عبور کند. خب تبریک میگیم به نویسنده و کارگردان این برنامه. یک مجله هست به نام میراث ایرانیان. این میراث ایرانیان یه فصلنامه است در واقع. سالی 4 دفعه تابستون و بهار، پاییز و زمستون و بهار منتشر میشه. گاهی هم ماهنامه هم جزوش میاد بیرون. ماهنامهش صفحات کمتری داره. به هر حال این الان در خدمت شما هست. آقای نورالله کبای این مقاله رو نوشتن. من این تیکایی از این رو برای شما دارم میخونم. آقای نورالله کبای: دنیا از قدرت مهیب نفرت‌های دینی و نژادی غافل است و به ریشه‌های مزمن تبعیض توجه ندارد. دنیا را نگاه کنید. مشکلاتی که ریشه در دین و ستیز دینی و نژادپرستی دارد تازگی ندارد. امیل زولا که 1840 تا 1902 زندگی می‌کرده در زمان خود چنان آزرده بود که میگوید تا زمانی که آوار آخرین عبادتگاه ها بر سر ستیزگران دینی و نجات پرستان فرو نریزد، بشر روی آسایش و آرامش را نخواهد دید. پس امیل زولا عقیده داشت که میدونی چند سال پیش بوده. امیل زولا زندگیش بوده تقریبا بردیه 120 سال پیش مطلب نوشته که تا آخرین معبد رو بر سر مردمانی که تو معبد دارن به تبعیض نژادی و دینی تبلیغ میکنن روی سر اونا نریزیم، بشر روی آره آسایش نخواهد دید. واقعا حرفش درسته. حرف امیل زولا درسته. تا آخرین معبد بر سر اون دین فروشان و نجات پرستان فرو نریزد، بشر روی آسایش نخواهد دید. ببینید الان شما فکر می‌کنید اسرائیل باز من تا میگم اسرائیل یه طرف من دارم بر علیه یهودی‌ها حرف می‌زنم. نه والا، من به خدا یهودی‌ها رو دوست دارم. به خدا که میگم، به جان خودم میگم من یهودی‌ها رو دوست دارم. ولی دولت اسرائیل نجات پرسته. دولت اسرائیل اگه شما یک یهودی نیجریه‌ای باشید به هیچ کاری رایتون نمیدن، اما یک یهودی رومانی یا لهستانی یا آلمانی باشید در صدر قرار میگیرید. اینا بین نژاد یهود باز نژاد پرستی میکنن، یعنی نژاد پرستی دو طبقه میکنن. ببینید یهودی های ایرانی بسیارشون بعد از انقلاب رفتن به اسرائیل. همه‌شون فکر کردن که سرزمین موعوده دیگه، جاییست که کشور ماست، ما یهودی هستیم، اینجا هم کشور یهوده، کشور ماست دیگه. رفتن دیدن با لغتهای بدی خطابشون میکنن. من نمیخوام اون لغتها رو تکرار کنم. خود دوستان یهودی من گفتن که ما میرفتیم به ایرانی ها، گفتن یهودی های فلان، یه لغت توهین‌آمیز دنبالش بوده.
این همه اومدن کالیفرنیا. من بسیار یهودیایی که کالیفرنیا زندگی میکنن، من به عنوان یک ایرانی بهشون افتخار میکنم، برای که بسیار اقتصاد به وجود آوردن، بسیار هممیهنان را حمایت میکنن، کارخونه های بزرگی زدن، شرکت های بزرگی زدن، هممیهنان ایرانی رو استخدام کردن. من به وجود اینا افتخار میکنم، اینا عزیزای من هستن. ولی همشون رفتن اسرائیل، دیدن اونجا سرزمین یهودی ایرانی نیست، اون سرزمین یهودی آلمان و لهستان و رومانیه و یا روسه. اومدن رفتن کالیفرنیا. حالا این مقاله هم آقای نورالله کبای، حتما یهودی دیگه، لاغ فامیلیش اینطوری بده. نوشته که دکتر میگوید بنشین تا به تو بگویم. چرا؟ آیا به یاد داری وقتی که بچه بودی و مادرت میخواست تو رو تهدید کند، میگفت الان میگویم یک جهود یا یک ارمنی یا یک گبر یا یک سیاه بیارد تو رو بخورد؟ ما بچه بودیم اینا رو نمیگفتن به اون. شاید همینطوری که من تبعید نژادی ندارم، به ما میگفتن لولو، آقا گرگه، قول، شیطون، از اینا. استا عباس تو تقصیر نداری، بلکه آن مروجین نادان، نادان نفرت بودند که خار شمردن دیگران را موجب عزیز شدن خود میپنداشتند. مربیان تو و مدرسین کتابهای مروج نفرت مقصرند. آری، بزرگترین دشمن فرزندان والدین و معلمین نادان ایشانند، چون در سنین زیر 10 سال است که خصوصیات محیط در کودک ریشه میگیرد، بدان حد که گفتند با شیر اندرون شد و با جان به در رود. حالا من براتون بگم، یه فیلمی بود، حالا من چرا من یاد این فیلمه میفتم، سفر قندهار. یه سری مدارس قرآنی هست، حتما چنیدی دیگه، مدارس قرآنی رو شیخای عربستان و دیگر کشورهای نفتخیز کمک میکنن مدارس قرآنی تشکیل بشه. خودشون هم نمیدونن توی مدارس قرآنی چی میگذره، ولی همینطور فکر میکنن چون قرآن رو تدریس میکنن پس خوبه. آقای محمدواف از یکی مدارس قرآنی فیلم گرفته. فیلمش اینطوریه، آخونده که اونجا همه بچه ها دوزانو رو زمین نشستن، آخونده به دست همه یه قرآنه، همینطور بخش بر بخش یه مثلا سوره رو میخورن. آخونده میگه مثلا حسین مثلا علی محمد، مثلا اسم فامیلی ندارم، حسین علی محمد، حسین علی محمد تو بخون. اون میخونه امن یجیب، اینجوری هم میخونه امن یجیب المسر ازادا الذین یامنو بخط، اینجوری میخونه. بعد میگفت خب حالا تقی رجب تو بخون، تقی رجب بقیهش میخونه، قول من قول قن قنونن من مقلمونن من معال الان، اینجوری میخونه. بعد یه وسطش یه مسلسل در میخونه. گفت این چیه؟ همه گفتن مسلسل. گفت با این چیکار میکنن؟ همه بچه ها میکنن با این میزنن به قلب کافرها. این میشه شستجوی مغزی. این اون بچه که با این مدرسه قرآنی بزرگ میشه، اون آماده است که یک غیر مسلمان رو، هر دینی داره، حتی غیر سنی رو بکشه. حتی سنی ها بخش های مختلف دارن، اون بخشی که اون جز بشه بقیه بخش های سنی و شیعه و غیر اینا رو بکشه خیلی راحت. ببینید اینا هستن که الان حکومت خلیفه اسلامی رو درست میکنن، افرادی که نفرت تو وجودشون کاشته شده، به علاوه افرادی که در اروپا اومدن. ببینید امریکا یک کشور مهاجر پذیری. من تو یک عروسی، همین در فرصتی که تو دالاس بودم، یک خانم و آقایی جشن بزرگی گرفته بودن، خانه بزرگی داشتن، مهمونای زیادی، شاید مثلا 100 تا مهمون دعوت کرده بودن، ما رو هم دعوت کرده بودن. بعد وقتی میخواستن سر غذا برن، آقای خونه یعنی شوهر خانم
که خانم ایرانی بود، شوهر امریکایی بود. شوهر امریکایی یک سخنرانی، معمولا اینا در این جوجه ها قبل از شام یک سخنرانی میکنند، قبل از غذا یک سخنرانی میکنند که مثلا دیداری. سخنرانی کرد، گفتش که امریکا یک کشور مهاجرپذیره و ما همه که امریکایی‌ها که اینجا هستیم، همه اون چند نسل قبل از یه جای دیگه اومدیم اینجا، منم از یه چند نسل قبل از یه جای دیگه اومدم اینجا. امریکا افتخار میکنه که میتونه مهاجرها رو بپذیره و من افتخار میکنم زیباتر مهاجر ایرانی ازدواج کردم و افتخار میکنم که مهمونایی که اینجا هستن بیشترشون ایرانی هن و مطالب دیگه و همه دست دادن. خب این ریشه در یک واقعیتی رو داره دیگه. آقای دکتر مظاهری یه دفعه میگفتش که یک نفر به من زنگ زده، گفتم کجایی هستی؟ گفتم من امریکایی، پیور امریکایی هم. گفتم آه تو آپاچی یا مثلا شاین هستی، کدوم قبیله هستی؟ گفتم نه من سرخپوست که نیستم که. گفتم اه تو گفتی من امریکایی خالص هم، من فکر کنم سرخپوستی چون همه بقیه جای دیگه اومدن. میدونی حرف درسته، بقیه همه جای دیگه اومدن. تو اگه میگی من خالص امریکایی هم، پس سرخپوستی، چون خالص امریکایی سرخپوسته. حالا فرق است، من این همه رو گفتم که بگم فرق است بین امریکا و آلمان و سوئد و انگلستان. در اون کشورها شما رو غریبه میبینن. من باورتون نمیشه، از سوئد اومده بودم امریکا، اول که اومدیم یه رستوران با کردیم با خانومم و پسرم، بعد دیدم که یک نفر رفت بالا پشت بوم رستوران. رستوران مال ما، یه نفر نردبان گوش رفته پشت بوم ما. اومدم بیرون یه در نگاه نگاه کردم، یه نفر اومد گفت سر. من این بر من نگاه کردم گفتم به کی میگه سر؟ دم نه به من میگه سر. باورم نمیشد که تو امریکا یه نفر به من بگه سر، چون توی سوئد هیچ وقت اون واژه‌ای که معادل سره در مورد من به کار نمی‌بردن. بعد گفت ببخشید که من این میخوام برم ساختمون همسایه، منتها اون پشت بومش خیلی بلنده، نردبون من نرسید. من گفتم از پشت بوم شما برم اشکالی نداره؟ گفتم نه اشکالی نداره، میتونی بری. خب اینجا اینطوری با مردم کار میکنن. توی سوئد ما، من یه زمانی توی سوئد یه دونه مغازه خاربار فروشی داشتم، درست؟ بعد شیر می‌خریدیم، شیر و ماست و نمی‌دونم اینا رو سفارش می‌دادن برای ما می‌آوردن. می‌آوردن، خب اینا سوئدی‌ها خیلی تاریخ مصرفی، عجیب تاریخ مصرفی هست. یعنی مثلا شیر اونجا چیده شده، یه سریش تاریخ انقضاش مثلا سه روز پیشه، یک سری دو روز پیشه، یک سری امروزه. اونو بر میدارن، اونی که جدیدتره اونو استفاده میکنن. من همیشه به عنوان یه فروشنده میگفتم پس اینا یه تاریخش یک ذره میگذره، هنوز این گفته تا پنج روز دیگه محل داره، حالا دو روزش گذشته، شما چرا اینو بر نمیداری؟ حالا بگذاریم. بعد ما روزای شنبه یک شنبه نمیدونستیم چقدر شیر فروش میره، لذا سفارش نمیدادیم، خودمون میرفتیم میآوردیم. روزای دوشنبه صبح، همیشه صبح زود، من مغازه رو که باز میکردم مثلا یک کسی اونجا بود، من میرفتم کمپانی مثلا فرض کنیم که شیر پاستوریزه فرض کن آرلا بهش میگفتم، میرفتم اونجا شیر و ماست و اینا هرچی لازم دارم همونجا حضوری بگیرم. یه روز یه خانومی گزارش داد که یک ماشینی که توش یک غریبه نشسته، یعنی من، هر روز دوشنبه از اینجا میاد میره، این یه توته هست. میدونی؟ اینقدر به کار ما دخالت میکردن که چرا این هر روز دوشنبه صبح از اینجا میاد میره. حالا اینایی که جوانایی که از ممالک مختلف اومدن، حالا ایرانی ها فرقشون اینه که ایرانی ها یک جوری، نمیدونم چه فرقی دارن، چه جوریه، همه عیباشون اینه، خوبیش هم بگو دیگه، زود خودشونو با محیط جور میکنن، زود بچه هاشون دوست میگیرن، خودشون آشنا میشن، کار میگیرن، با کار در محیط کارشون همکاری میکنن فلان. یه سری هستن نه نمیتونن کار بگیرن، کارم قبولشون ندارن. ایرانی هم در سوئد کار تا یک حدی قبول دارن، از یک حدی به بالا قبول ندارن.
در حد کارمندی و کارگری قبول دارم، به عنوان رئیس کارخونه ایرانی رو نمیپذیرن. نه اینکه ایرانی نمیپذیرن، هیچ خارجی رو قبول نمیکنم، بهش شک میکنن، ایراد میگیرن و بالاخره یه کاری میکنن میندازنش پایین. بعد این جوانایی که جا نیفتادن، جذب محیط نشدن، سرخورده هستن، اینا تحت تبلیغات این گروه اسلامی قرار میگیرن. اونا ده تا میگن دروغ رو هر چقدر بزرگتر باشه اگه تکرار کنی باور میکنن همه. خب مگه این دروغ نیست؟ خدا گل رو درست کرد، به اندازه آدم یک مجسمه گنده از گل درست کرد، بعد تو دماغش فوت کرد، این راه افتاد. خب این دروغ دیگه، نشدنیه دیگه. خب اینقدر گفتن شما باور کرد. طوفان نو اومد، بخونید کتابا. طوفان نو اومد، همه قله های کره زمین 14 متری رفتن زیرا. ببینید خانم آیون، تعارف و اقراق نمی کنم، همه قله های زمین 14 متر رفتن زیرا. یعنی قله ایورست 14 متر رفت زیرا، قله دماوند هم 14 متر رفت زیرا. در حالی که یه ذره فکر کنیم میبینیم اگه قله ایورست 14 متر زیر آب، قله دماوند 2200 متر مثلا میره رو زیر آب، برای که اون 7000 خورده ای 5000 خورده ایه، پس 2 کیلومتر اون بلندتر از اینه. پس اون اگه 14 متر بره زیر آب، این باید 2 کیلومتر رو 14 متر روش آب باشه. منتها نویسنده کتاب عقلش به این چیزا نمیرسیده، فکر میره همه قله هم سطحن، هم ارتفاع هن. گفته همه قله های آدم 14 متری رفتن زیرا. شما باور میکنید از همه جانوران یکی یک جفت آوردن گذاشتن تو اون کشتی؟ حالا اون مثلا فرض کنید که کانگورو رو که آوردن از استرالیا چجوری آوردن؟ با آوردن چجوری اون تو مونده؟ حالا اگه مرد چی؟ حالا غذا اینا چی؟ این علفخارا علف میخوان، گوشتخارا گوشت میخوان، این همه موجودات که کشتی رو بود اینا گرسنه بودن، اینا مردن، اینا چی شد؟ اینا رو فکر نمی کنی، چون دروغ است که تکرار شده میپذیری. لذا این القاعده هم از قاعده که مستثنا نیستن. بیاید اینجا، دخترای خوشگل در اختیارتونن، غذای خوب، زندگی خوب، پول خوب، بهشتم که در اختیارتون با حوری قلبان دیگه. آقا من که اینجا بیکارم، من که میرم سر کار، به من مسخره میکنن، برم اونجا یه هفته میمونم اسلحه میبندم میکشم غیر اسلامی ها رو، جای خوب دارم، مکان خوب دارم، شبم دختره خوشگل هر کدوم بخوام میرم ترجمه میدم. خب طبیعی است که اصیل اینا میشن، دروغ بهشتم باور میکنن. مطلبی است از آقای دکتر کاظم بدیعی، نویسنده و اندیشمند به اصطلاح چیز من، سرآمد من، سمبل نویسندگی برای من، یا مثلا پیشوا در نویسندگی. آیا دعوت ایران به کنفرانس وین در جوار بزرگان دخیل در بلبشوی سوریه به معنی آن است که غرب، یعنی امریکا و اروپای متحد، این کشور را به دوستی گرفتند و دیگر بر طبیعت نظام ولایت فقیهی حرفی ندارند؟ از وقتی که آقای عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه اظهار داشت که ما برای ماندگار شدن اسد کار نمی کنیم، آقای عبداللهیان معاون وزارت خارجه گفت دیگه ما برای موندن اسد کار نمی کنیم و نیز پس از اینکه پوتین در مسکو به اسد گفت به هر حال انتخاباتی در پیش است، معلوم شد که مسکو و به تهران از حمایت بی قید و شرط اسد دست برداشتند. چرا؟ زیرا پوتین ظرف 3 هفته 150 میلیون دلار هزینه ساز و برگ حملات هوایی خود کرد و نمیتواند بیشتر از چند هفته دیگر به این ولخرجی ادامه دهد، زیرا روسیه از ضربه کاهش بهای نفت و مخارج شرق اوکراین و کریمه و آثار تحریم کمر راست نکرده است. با توجه به اینکه روسیه چیزی بیش از
دوازدهمین قدرت اقتصادی نیست و حالا تا همینجا ببینید. پس بنابراین روسیه زیر فشار مالی کمر خم کرده، علی‌رغم های هوی پوتین دوازدهمین قدرت اقتصادی جهانه، وزیر کاهش قیمت نفت، وزیر مخارج جنگ، وزیر تحریم‌ها، زیر فرار سرمایه روسیه، در حال کمر شکستن و کمر خم کردنه. دوستان موسکو روسوبی اینه که توی مخشون روسوب موسکست، هنوز موسکو رو قهرمان میدونن، هنوز میگن بابا اوباما بی‌عرضه است، پوتین قدرتمنده، پوتین قدرتمنده، کارهای گستاخانه میکنه ولی توش میمونه. و امریکا و غرب روسیه رو خوب انداختن، دستش رو گذاشتن توی پوست گردو و هر کاری میکنه نمیتونه از زیر این بار کمر راست کنه. در جاهای دیگه از این مقاله میخونیم: اروپا هم میکوشد با کمک به میلیونها مهاجر از لیبی و سوریه و عراق و غیره سیمای انسان دوستانه خود را به رخ اعراب بکشد، آن هم اعرابی که رسما نقض اخوت اسلامی مهاجران را کردن. ننگیز فاحش که مسلمان عرب به مدد مهاجر بی خانمان نرود و مسیحی اروپایی به آنها جا و مکان و غذا و مسکن دهد و تحمل کند فشار ناشی از این مهاجرت ها را. جای دیگه میخونیم: دلواپسی امریکا حتی بودن یا نبودن اسد یا هر رئیس کشور دیگر نیست، بلکه تروریسم زیاده گسترده شده و بنیادگرایی هایی است که بعضن قابل مقایسند با خود داعش که بدترین نوع آن است. پس ببینید آقای بدیعی درست میگه. ببینید دلواپسی امریکا اینا بگذاریم، بلکه تروریسم زیاده گسترده شده. ببینید دلواپسی امریکا چیه؟ تروریسم زیادی گسترده شده است. یعنی امریکا و غرب با تروریسم مشکلی ندارن، بزنن طالبان، بزنن دولت بغداد، دولت کابل رو بزنن، وزیرش رو بزنن، کامیونیش رو بزنن، هواپیماش رو بزنن، هتلش رو بزنن، بزنن ترور کنن، هر کارو کنن، با اون مشکلی نداره امریکا. با تروریسم زیادی گسترده یافته مخالفه. تروریسم زیادی گسترده شده، حالا تو پاریس 140 نفر یه دفعه میکشن، کشور بلژیک اصلا فلج میشه. با اینا مخالفن، وگرنه با اینکه داعش بگیره مثلا فرض کنیم که سربازان سوریه رو بکشه، اصلا اونا هیچ مشکلی با این قضیه ندارن، چه بسا خودشون رو حمایت میکنن. ببینید وقتی من میگم که دین ها رو وقتی که کتاب های مقدسی که میگن از آسمان اومده بخونی، تیکه های پیدا میکنی که با عقل سلیم جور در نمیاد و من اینا رو میفهمم، شما فکر میکنید که اون پژوهشگران دین شناسی و دوستاد دانشگاه های امریکا و اروپا نمیفهمن؟ اونا میفهمن، میفهمن که تو قرآن کوره سوره کهف گفته که رفتن دنبال خورشید ببینن کجا غروب میکنه، دیدن رفت روی چشمه‌ای که آبش تاریک و گلالود بود، رفت اون تو. یعنی خورشید اندازه یه توپ بسکت. پس این کلام کلام خدا نیست. خدا میدونه خورشید توی چشمه جا نمیشه، خدا میدونه که خورشید میلیون ها بار بزرگتر از زمینه، ولی محمد که دانش آن زمانی داره، دانش وسیعی نداره مثل همه مردم آن زمانه. ما بچه بودیم فکر می‌کردیم خب ایمون گفت از ما پرسیدن خورشید چقدر، می‌گفتیم اینقدیه، چون اینقدی می‌دیدین دیگه. من بارها براتون گفتم من هواپیمای مسافره رو تو آسمان اینقدی می‌دیدم، به من می‌گفتن اون تو آدمه، میگم آدما رو چیکار کنه، یعنی عروسکشون کردن گذاشته اون تو، چه جوری شد آدم رفتن اون تو، این که اینقدی که. خب آقای محمد هم فکر می‌کرد خورشید اینقدی، گفتن خورشید کجا میره، گفت رفت توی چشمه غرفون تو.
خب انقدر از اینا توی قرآن هست که این شهاب سنگا رو میگن فرشته ها. سوره الملک آیه 4 فکر میکنم میگه که فرشته ها به شیطان ها شلاق میزنن، این شهاب سنگا که میخورن به جو زمین یه خط وی نورانی میکشن میرن میسوزن دیگه میفتن تا میرسن به جو زمین در اثر استکاک نور میسوزن نورانی میشن مثل شو مثل یک گوله آتش میشن. بعد یه مدت میسوزه این سنگه خرد میشه میریزه دیگه هم تموم میشه. آقای محمد گفته که فرشته ها با اینا دارن شلاق میزنن شیطان ها را، هر شلاقی میزنن یک شیطان میفته. آقای محمد عزیز من، تو که اولش گفتی یه دونه شیطان بود که یه بهشت بود، یه آدم بود، یه حوا بود، یه شیطانی بود که خدا گفت میندازمت بیرون. شیطانه گفت اجازه بده من این بنده‌ای که تو ساختی وسوسه کنم. خدا منگار عقلش نمیرسید گفت باشه وسوسه کن. نمیدونست که این با شیطان خوب میتونه وسوسه کنه، نمیتونست که مثلا کارهای بدی که خدا میخواد نکنه شیطان وسوسه میکنه تا آدم هوا بخوره. همش چیز غیر عقلیه. اونا میدونن، اینا رو نمیان مطرح کنن. کافیست که تو همه دانشگاه دنیا یک مبحث یه واحدی بذارن دین شناسی، از هر دینی یه چیز بنویسن. بنویسن مسیح گفت من وقتی که دنیا به آخر بشه با پدرم که خداست روی ابر میشینیم میایم پایین. خب اینو بنویسن بگن آقا این مسیح عقلش نمیرسید که ابر بخار و آب روش نمیشه نشست، گفت من رو ابر میشینم از آسمون میام زمین. یا اون یکی گفت با الاغ رفتم آسمون هفتم. خب با الاغ که آسمون هفتم نمیره که، با هواپیما میرن آسمون هفتم. یا اون یکی همون گفتش که مثلا فرض کنیم که طوفان نوح و کشتی نوح و فلان اینا، یا گفت در روز اول نمیدونم زمین را آفرید، در روز دوم روشنایی را آفرید، روز سوم شب روز را آفرید. روز سوم بابا روز که از قبل بود که، بعد که شب روز را آفرید بعد خورشید و ستارگان آفرید. بابا روز اصلا روز یعنی طلوع خورشید، اگه خورشید نباشه روزی نیست دیگه. روز آفرید بعد خورشید را آفرید. همه اینا با عقل جور در نمیاد. اگه بخوان، اگه دولت مردان جهان غربی ها بخوان یک واحد میزنن دین شناسی، از هر دینی چند صفحه اون تو می نویسن. وقتی بخونن همه دیگه به همه، حالا یه مسلمانی بگه آقا من مسلمانم بهش، بهش میخندن. آقا بهش کجا بود؟ کجاست بهش؟ کجا آد نشونی چه بده؟ همه دنیا رفتیم بهش که وجود نداره، جهنم وجود نداره. آقا این خدا اینطوری گفته تو قرآن، این مسیح اینطوری گفته تو انجیل، موسی اینطوری گفته، زردوش اینطوری گفته، با الله اینطوری گفته. خب اینا رو میتونن به خیلی راحت رفعش کنن، میتونن راحت دین ستیزی کنن، ولی دلشون میخواد که ایرانی های شیعه عاشورا داشته باشن، اربعین حسینی داشته باشن، بزنن تو کلشون چهار دست پا از مثلا فرض کن فلان شهر را بیفتن چهار دست پا برن زیارت حرم امام حسین، پولاشونو بدن اونجا، بدن به مکه، برن گوسفند بکشن تو مکه بکنن زیر خاک. اینا رو میخوان اونا. خب من به آخر برنامه رسیدم. این سفری که بودیم یارو میگفتش که یک کشیش کلیسایی بود که همش از کلیسا میگفت و فلان و کار کلیسای کاتولیک و اینا. پلیس گرفتش که با یک فاحشه‌ای داره جور میشه. در بعضی شهرها خب ارتباط یعنی به اصطلاح همین روسپیگری ممنوعه دیگه، مثلا در لوسان، در مثلا فرض کنیم که لاس وگاس آزاده، عکساشون میفرستن پخش میکنن، ولی در خیلی جاها ممنوعه. این کشیش رو در حالی گرفتن که این کارو میکرد، اومد کلیسا معذرت خواست، قسم خورد، گریه کرد، گفت من اشتباه کردم، فلان کردم، مردم پول بدید من میخوام این طرف کلیسا رو بسازم. همه پول دادن اون طرف کلیسا رو بسازم. دوباره پلیس گرفتش با یک فاحشه‌ای.
دوباره اومد گفت مردم پول بدید، من غلط کردم، اشتباه کردم، فلان فلان. منظورم دو تا معنی میده، یکی اینکه مردم چقدر گول میخورن که اون دوباره میگه، یکی این مردم اروپایی امریکایی چقدر راحت دست به جیبشون میکنن. چرا ما ایرانی ها این پولمون به گوشت تنمون وصل شده؟ چرا؟ برای چی؟ من در یک تلویزیونی این مدت نزدیک یک سال برنامه داشتم، تلویزیون عصر امروز، یک جناب سرهنگ ستاد هوشنگ وزین رهبر سازمان سرباز پول منو داد، یعنی به اون آقای همایون هوشیار نژاد که رئیس اون تلویزیون بودن پول دادن، من نمیم چقدر دادن، که من در اون تلویزیون برنامه داشته باشم. چرا ما اینجور آدم ها داریم؟ سرهنگ وزین رو داریم؟ چرا اون یکی ها تا میگی آقا $10 کمک کن روش رو بری میکنن؟ آقا من خانم آقایون بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنون به برنامه من توجه کردید، براتون شادی و پیروزی تندرست آرزو میکنم و بدرود بهتون میگم، شما رو به خردتون که همون خدای شماست میسپارم.